تا همین چند دقیقه پیش من توی جلسه بودم با جان کربی، سخنگوی شورای راهبرد اطلاعات راهبردی کاخ سفید، در مورد حمله‌ای که انجام شدن و جزئیاتی که دادن. جزئیاتی که تا الان میتونیم بهشون اشاره کنیم ایناست: 85 هدف رو توی محدوده کشور عراق هدف قرار دادند، 125 موشک نقطه زن، یعنی که هدف دقیق میزنه، استفاده شده. تنها هواپیمایی که حاضر شدن اسمش رو اشاره کنن و بگن چی بوده، بمب افکنای B1 بوده یا B1. یه اتفاق جالب دیگه هم که افتاد، پرسیدن که چجوری هواپیما رو منتقل کردین، گفتن برای اینکه یکی از جذابیت های بمب افکنای B1 یا B1 اینه که اصلا ما لازم نیست از هیچ جایی به عنوان استراتژی اینا رو بلند بکنیم یا جابجا بکنیم. همه اینا رو، جالبش اینجاست که اینا رو همه رو از خاک آمریکا فرستادن، یعنی تمام هواپیما با مراحل سوختگیری وارد شدن. ازشون پرسیدن که غیر از بمب افکنای B1 چه هواپیماهای دیگه ای بودن حاضر نشدن بگن. گفتن که یک سری هواپیمای جنگنده از سنتکام بمب افکنا رو همراهی میکردن ولی حاضر نشدن به جزئیاتش اشاره کنن. گفت بر اساس برآوردی که جان کربی ارائه کرد، جامعه اطلاعاتی آمریکا وقتی که برآورد و هدف‌ها رو فرستاده برای کاخ سفید که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ازش انتخاب کنه، برآورد اونها بوده که یک گروهی به نام گروه مقاومت اسلامی که جزء رده‌های کتائب حزب الله میشه، اصلی ترین بخش این حملات بوده. طبق گفته آقای کربی، این اهدافی رو که مشخص کردن، سعی کردن تا اونجا که ممکنه تلفات غیر نظامی نداشته باشه، جاهایی باشه که اینها مشغول ساخت، تولید و سرهم کردن این پهپادها یا مواد انفجاری هستند. از 85 حمله که انجام شده، میگفتن که به دلیل آب و هوا دقیقاً نتونستن مشخص بفهمن که چقدر تا چه ابعادی انفجار تا چه حد بوده، ولی میگفتن که برخی از انفجارها که انجام شده خودش به انفجارهای دوم، سوم و چهارم منتهی شده. مشخصه که انبارهای مهم مات یا تسلیحاتی رو هدف قرار دادن. از جان کربی سوال شد چرا سعی کردین B1 یا B1 بفرستین، قرار بود پیام به جمهوری اسلامی بدین. گفتش که ما هیچ پیامی به تنها پیامی که ما برای جمهوری اسلامی داریم یا گروه نیابتیش داریم اینه که از این حملات خودتون دست بردارین و اگر که هر جا هر وقتی به نیروهای آمریکایی آسیب برسیم ما به اونا جواب خواهیم داد. ازشون پرسیدن که اهمیت اینی که B1 رو فرستادین این بوده که بگین که اگه بخوایم میتونیم توی خاک شما بزنیم. حاضر نشدن به اون سوال جواب بدن. از جان کربی سوال شد که توی گزینه‌هایی که به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دادن برای اینکه چه اهدافی رو بزنه، آیا تو اون فهرست اهدافی درون خاک ایران هم بوده یا نه، که باز حاضر نشد در مورد صحبت کنه. گفتم ما به اطلاعات منابع اطلاعاتی خودمون اشاره نمی‌کنیم. یکی دیگه از سوالایی که ازشون شد این بود که چقدر مطمئن هستین که اینهایی که اهدافی که مورد حمله قرار گرفته، اینهای همونایی بودن که توی حمله‌ای که به اردن شد، به پایگاه نیروها و سه نیروی آمریکایی که کشته شده، چقدر در اون تاثیر داشتن. به گفته آقای جان کربی، جامعه اطلاعاتی که این اطلاعات داده مطمئن بوده که اینجا اینا همون اهدافی بودن که توش دیگر نه تنها کتاب حزب الله که دیگر گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی یا آموزش دیدن یا دسترسی به تسلیحات دارن یا اینکه اونجا یه سری کارا رو فعالیت‌ها رو هماهنگی می‌کنن. مسئله دیگه که ازشون پرسیده شد، آیا به دولت عراق اطلاع دادین که جان کربی قبل از که حمله انجام شده به دولت عراق اطلاع دادیم که قرار این اتفاق داره میفته. یه نکته مهمتری که در کل این جلسه بهش اشاره شد کوروش این بود که جان کربی گفتش که این اولین بخش از یک سری حملات هست. خیلی سوال شد که حمله بعدی که چقدر زمان ممکنه یا حمله سایبری بینه، حاضر نشد به اونو جواب بده ولی گفت
این اولین بخش از یک سری پاسخ‌ها هست که آمریکا امروز انجام داده و 85 هدف قرار داده و بدون اینکه اطلاع و اشاره‌ای بکنه به اینکه هدف‌های بعدی یا حملات بعدی کی و کجا خواهد بود، گفتش که این فقط اولین بخش از حمله هست. در نتیجه دو پیام اصلیش این بود، این اولین بخش از حمله است و حمله دیگر خواهد بود. و دو، به جمهوری اسلامی ایران پیام داد ما خواهان جنگ نیستیم، ما خواهان تقابل روی نیستیم، ولی اگر به نیروهای ما آسیب وارد بشه و به ما حمله بشه از خودمون دفاع میکنیم. کوروش.